دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه هستیم با شما. تصاویر زیبایی هم کمکاران ما آماده کرده بودند، واقعا خیلی زیبا بود، خصوصا از انگور هرات که انشالله در پیشرو داریم به انگور و فصل انگور رسیدیم. انشالله که همه از این میوه بسیار خوب استفاده بکنیم. وقتی هم تصاویری از روستا و ده میشه، آدم یاد صداقت و راستی دهاقین عزیز ما میرسه که واقعا بسیار صادقانه برای در آوردن لقمه نانی تلاش میکنن که از راه زراعت و کشاورزی برای همه فامیل لقمه نان حلالی رو دست بیارن. خدا قوت، خسته نباشید دهاقین عزیز ما. هستی با شما عزیزان. اما یک موضوع رو میخوایم در ابتدا به این موضوع اشاره بکنم قبل از اینکه سراغ مهمان نهایت محترم بریم. امروز هم مهمان ویژه رو با خود داریم، جناب آقای حمزه مؤمن حکیمی، رئیس نهاد جوانان مسلمان افغانستان یا نجم. اما یک اشاره راجع به نجم داشته باشیم، طوری که همه شما معلومات دارید نهاد نجم یا جوانان مسلمان که اخیراً فعالیت‌های زیادی رو داشتن طی 8 سال اخیر واقعا که تأسیس شده و شکی نیست که جوانان عزیز ما هم در قسمت‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی دستاوردهای زیادی داشتن و با یک مدیریت بسیار درست پیش میرن. امروز هم می‌خوایم صحبت بیشتری داشته باشیم با جناب آقای مؤمن حکیمی. قبل از اینکه اساساً وارد بحث بشیم و سوالات داشته باشیم، یک خوش آمدید داشته باشیم. سلام عرض ادب دارم جناب آقای مؤمن حکیمی، خوش آمدید برنامه و لطف کردید. من سلام عرض ادب دارم با شما، همکارای تکنیکی محترم در استودیو و از طریق تلویزیون محترم شما به تمام همشهری‌ها و هموطنان هراتی خود. ما بسیار خوشحال هستیم به خدمت شما هستیم. ممنون شما، خیلی خیلی خوش آمدید. در مقدمه در ابتدا می‌خوایم جناب آقای مؤمن حکیمی راجع به این پرسان بکنم که خب جوانان نیروی بالنده هر کشور هستند و یک گام مثبت رو در این قسمت برداشته شده که یک گرد همایی از جوانان در یک بخشی از این انجمن و به عنوان نجم هست. می‌خوایم در ابتدا راجع به وضعیت کارها و فعالیت‌های جوانان اگر یک صحبتی داشته باشید روشنی بیاندازید در ابتدا. به خاطر آوازسازی ملت‌ها و ساختن وطن‌ها، برای از اون مجال حکومتی یا مجال سیاسی که مردم میخوان از طریق خدمت بکنن، یک مجال خیلی بزرگتر و وسیع‌تر در مجال مدنی وجود داره، نهادهای مدنی یا مجال فعالیت‌های مدنی وجود داره که ملت‌ها در مشارکت با هم ملت‌ها خود را می‌سازند. پله‌های ترقی یکی پشت دیگر با هم بالا میشن، سیستم های خود را میسازند، دست به دست حکومت های خود یکی میکنند، فرهنگ سیاسی ها میکنند، به علم و به فرهنگ خود را فروغ میتن و کلا در ساختن یک ملت سهیم میشن و شریک میشن. بر علاوه از این بر کارکردهای حکومت، کارکردهای جنایی سیاسی در داخل حکومت یک نظارت می داشته باشند و یک رول بنا و سازنده را ادا میکنند در داخل جامعه به تمام جوانب مختلفش. در تمام کشورهای دنیا این هست و افغانستان هم استثنایی نیست از این قاعده. در افغانستان ما باید عمودی یک جامعه مدنی داشته باشیم به معنای واقعی، با حس وطنی و حس دینی و ملی در ساختن این ملت مشارکت داشته باشه، بر امر حکومت و حکومتداری نظارت داشته باشه و این ملت رو و این وطن رو بسازه. و چون افغانستان خوشبختانه از جمله جوانترین کشورهای دنیا است، ما بیشتر از 70% نفوس خود را جوان داریم، کمتر از 25 و کمتر از 30 سال عمر داره بیشتر از 70% ملت ما. فعالیت نهادهای مدنی جوان در این عرصه خیلی حیاتی و مهم است و یک مجال مشارکتی خیلی بزرگ و عظیم است که ما بتانیم ملت خود را بسازیم، ما بتانیم سواد و علم را ترویج بدیم، ما بتانیم ما فرهنگ شهروندی خوب را بین مردم عام بسازیم، قانونمندی و احترام به قانون را عام بسازیم. مجال های خیلی وسیع و بزرگ دیگه از فعالیت های مدنی داره که ما از طریق فعالسازی جوان ها در فعالیت مدنی به دور از تأثیر سیاست و حکومت و حکومتداری جوان ها را فعال بسازیم و سهیم شویم در ساختن ملت ها. بسیار عالی. اما قبل از اینکه به سراغ نهاد نجم بریم و این گام مثبتی که برداشته شده، میخوام یک اشاره داشته باشم راجع به که علت در کجا بوده که ما در گذشته ها نتونستیم از این نیروی بالنده بطوری که شما اشاره کردین استفاده درستی داشته باشیم اون جوانان. ببینین، یکی خب ما متاسفانه یک ملتی هستیم که از 14 جنگ بیرون برآمدیم تازه و هنوز هم جنگ بر ما حاکم است و این جنگ متاسفانه بنیادا و اساسات خیلی زیادی را در این وطن خراب و ویران کرده و مجال فعالیت مدنی هم از این استثنا نبوده و جزی از این خرابیایی بوده که از آثار جنگ است. در طول 18 سال گذشته یک مجال و یک فضای باز شد به خاطر فعالیت مدنی، ولی متاسفانه استفاده درست از این مجال و فضا صورت نگرفت. ما میبینیم در بین جوانان، چون هستم در مورد نهادهای جوانان که میتونم مطمئن‌تر صحبت بکنم، ما فعالیت‌های نهادهای مدنی بین جوانان داریم
ولی یک مقدار زیاد از این فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرن به خاطر اهداف سیاسی و فعالیت های موسمی می باشن. فقط موسم های انتخابات که نزدیک میشه ببینیم که بناهای مختلف نهادهای از جوان ها فعال شدن و فقط چند وقت فعالیت میکنن و پس باز بسته میشه دروازه‌شون. ما بیشتر از 4,500 نهاد مدنی ثبت داریم در وزارت عدلیه، ولی که فعالشون شاید از به صد هم نرسه و شاید هم خیلی تعداد کم باشه. ما میگم که ما ضرورت داریم به فعال سازی از این مجال و ضرورت داریم که نهادهای با دورنمای خیلی بزرگ به اهداف بزرگ و مقدس اهداف ملی و وطنی فعالیت های دائم و مستمر داشته باشه تا در پالی حکومت در پالی ملت خود استاد شوه و این وطن و ای ملت را بسازه و سهیم شوه در ساختن از ملت و آبادی و پیشرفت و ترقی ملت. و این هیچ چاره دیگه جز از این نداریم که ما این مجال و فضا را بسازیم و این را پر کنیم، چون حکومت داری هر قدری که خوب شود و بهتر شود که متاسفانه در افغانستان نیست، خوب و بهتر نیست، باز هم یک مجال هست که حکومت ها نمیتونه اون بسازه. مجال ملت سازی باید خود ملت داود سهیم و دخیل شود و این مجال فعالیت های مدنی است. بسیار عالی. اما از نهاد جوانان مسلمان یا نجم اگر صحبت داشته باشیم، شما به عنوان مسئول در این نهاد هستید، طی سالهایی که تأسیس شد تا اکنون عمدترین فعالیت هایی که داشته در این قسمت کدام ها بوده شد؟ ما به اساس همین احساسی که در مقابل ملت خود داشتیم در سال 1390 نهاد روانم نهاد جوانان مسلمان یا نجم تأسیس کردیم که ما بتانیم همین مجالی از فعالیت مدنی را به شکل احسنش پر بکنیم و جوانای از این وطن را بسیج بکنیم و اینا را منظم کنیم و تربیه کنیم به خاطر یک ساختن یک افغانستان پیشرفته، افغانستان آزاد، افغانستان آباد، افغانستان مستقل، افغانستان با عزت و آبروی در منطقه و در جهان. و فعالیت های ما هم به می علت تمرکز داشت به خاطر تربیه و منظم ساختن نسل جوان افغانستان، که ما نسل جوان افغانستان را تربیه بکنیم و منظم بسازیم و از اینا یک نسل فعال و قوی تیار کنیم که اینا بتونن به شکل فعال در امر ساختن ملت سهیم شوند. ما به خاطر این کار، به خاطر ساختن فکری جوانا باید فعالیت میکردیم، به خاطر تربیت جوانا باید فعالیت میکردیم، به خاطر ترویج فرهنگ دینی و ملی در بین جوانا فعالیت میکردیم، به خاطر تشویق جوانا به کسب علم و پیشرفت در مجال های تخصصات علمی ما باید فعالیت میکردیم، ما باید در مجال ورزش و سپورت باید فعالیت میکردیم، ما باید در مجال تعلیمی بین متعلمین در مکاتب فعالیت میکردیم. و این فعالیت های و این مجال های بزرگ از فعالیت های نجم است که از 8 سال گذشته به این طرف مصروف بینمی مجال ها است و فعالیت میکنه و کار میکنه و میخواهیم که نسل جوان تربیه شده را در این مجال های مختلفی که من یادآور شدم و مجال های زیاد دیگر نسل تربیه شده را ما بسازیم که با توسط از این نسل بتانیم امو مجال و فضایی که از فعالیت بنا و سازنده مدنی در بین جوان خالیست به خاطر ساختن و خدمت به این مردم و به این ملت او را پر کنیم. مثال علی، اما طوری که اشاره کردین اهداف این نهاد مشخص شد، حالا به باور خود شما تا اکنون که به عنوان مسئول هستین در اونجا، شما چقدر اون اهداف رسیدین و چقدر امیدوار هستین که به اهداف بیشتری و موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم با این روندی که فعلا در این نهاد هست؟ من فکر میکنم که نهاد جوانان مسلمان با تجربه 8 ساله ای که داره، تجربه مختصر منحصر به ذاتی در تاریخ افغانستان است، از در تاریخ فعالیت های مدنی و فعالیت های جوان خصوصا در افغانستان. ما بعد از گذشت 8 سال بیشتر از 8-9 هزار عضویت داریم در افغانستان به مراحل مختلف عضویتی و ده ها هزار جوان در سر تا سر افغانستان شامل برنامه های نجم هستند، در برنامه های متفاوتی که ما یادآور شدن مجال های مختلفی که نجم فعالیت میکنه و خدمات تقدیم میکنه با جوان ها، نجم فعال است. نجم یگانه و بزرگترین نهاد موجود و شاید در تاریخ افغانستان است که متکی به ذات است. جوانا قیادت میکنن، جوانا رهبری میکنن، جوانا پلانینگ میکنن، جوانا اهداف را تعیین میکنن، بعد جوانا وسایل را به خاطر تطبیق از این برنامه ها به خاطر به دست آوردن اهداف به دست میارن، جوانا خودشان خود را تمویل میکنن، دستشان به جیب خودشان است و یک هویت مشخص دینی و ملی خود را حفظ کردن و بدور از تاثیر چی تاثیر تعصبات قومی و زبانی باشه، چی تاثیر کشمکش های سیاسی در داخل افغانستان باشه، با چی بدور از تمام از این انواع تاثیرات منفی یک فعالیت مستقل و متکی به ذات را در افغانستان جوانا و پیش میبرن. بسیار زیاد مثلا قابل تعجب شاید باشه بسیار دوستا که ما فقط در سال گذشته بیشتر از 14 هزار برنامه داشتیم در سرتاسر افغانستان فقط در سال 98. 14 هزار برنامه که من یاد میکنم برنامه متفاوت تربیتی، برنامه تعلیمی، برنامه فرهنگی، برنامه تفریحی،
این تطبیق شده. برنامه‌ای از 5-6 نفر جوانا گرفته که 5-6 نفر مشارکین دارن تا برنامه‌های چندین هزار نفری که جوانا دو جمع شده. این خودش نشان می‌ده که دستاورد خیلی بزرگ است در داخل جامعه افغانستان و ما ان شاء الله رو به طرف از اون نسل بیدار هستیم که در مقابل قضایا بیدار است. او موضوعات را درک میکنه، ملت خود را دوست داره، وطن خود را دوست داره، با یک حب الوطنی و دوستی با وطن به اساس حس دینی و فهم درست از دین صحیح. یعنی دوست داشتن وطن و خدمت به افغانستان و آبادی از این ملت را منشأش را از دین میدانه و از دینداری خود میدانه وارد میدان میشن و انشالله با اینده افغانستان فعالیت میکنن. این فکر میکنن در ذات خود یک دستاورد خیلی بزرگ است که حتی ما از خبر دارم که اقتدار زیاد از نهادهای دیگه در افغانستان از نجم میاموزن یاد میگیرن و من اینه همیشه یاد میکنم که تجربه ای که نجم حاصل کرده و تقدیم کرده به جامعه تجربه منحصر به چند فردی و تنها به نجم نیست، تجربه مربوط به ملت افغانستان است و هر کسی که میخواد تجربه استفاده بکنه این تجربه در خدمتشون است و میتونه از استفاده کنه. تشکر از شما. اما یک موضوعی که اشاره هم کردین و همه میدونن که تلی بزرگ است نفوس افغانستان جواران هستند، حالا بیشتر در ولسوالی ها و قریه ها و قصبات هست و طوری هم شما اشاره کردین برنامه های وسیعی داشتن، چقدر این حس و این فعالیت ها هست که انشالله بیشتر بیشتر وسعت پیدا کنه و در دورترین نقطه افغانستان انشالله این برنامه ها تطبیق بشه سر جوانان کشور؟ ببینین ما در میدان فعالیت جوانان هستیم و با جوانان به شکل مسلسل در ارتباط هستیم. طلب و خواسته از اینکه کار نجم دیگه هم وسعت پیدا بکنه به ولسوالی ها برای و به قریه ها برای خیلی بلند و زیاد است. بسیار وقتا ما احساس گناه میکنیم به اینکه ما رسیدگی کرده نمیتونیم، به اینکه دامنه فعالیت های خود بیشتر و بیشتر وسیع بسازیم و به مناطق بیشتر بریم و این الحمدلله تعهد وجود داره. نجم روز به روز فعالیتش گسترده تر شده. امروز نجم در بیشتر از 106 اداره صاحبی در تمام افغانستان داره که در شهرهای بزرگ افغانستان است، در ولسوالی ها و در قریه ها هم است. وقتی که ما یک اداره صحبت میکنم، اداره صاحبی یک اداره است که در تمام بخشایی که ما صحبت کردم فعال است و برنامه های مختلف داره و صدها جوان در اونجا نشست و برخاست داره و میشینن و روز به روز در حال گسترش و در حال فرخ شدن است رتبه فعالیت های نجم. تشکر. اما با یک برنامه بسیار عالی که گام برداشتین و حتما مؤثریت خود برای خصوصا در جامعه که ما نیازمند کمک هستیم، از این بگین که نهاد نجم یا جوانان مسلمان چقدر توانسته در زمان بروز مشکلات برای جامعه خود، برای مردم خود در کنار مردم باشه و او توانایی که دست از داره او رو در خدمت همشهریان خود بگذاره و کمک بکنه اونها، مثلا خصوصا در شرایط کرونایی که ما داریم سفری میکنیم و این روزهای گذشته. طبعا ما وقتی که پیام مایی است و هدف مایی است که نسل جوان را تربیه بکنیم که به درد ملت بخوره و در پالی ملت در سختی استاد شود، نتیجه طبیعی از اون میه که در هر لمحه‌ای از مشکل اولین کسایی که به صف خدمت استاد شدن جوانای نجم بودن. ما خوب به یاد دارم اولین کسایی که به شهر کندوز بعد از سقوطش داخل شدن و مردم کمک رسانی کردن جوانای نجم بودن. ما خودم با تعداد دیگه از جوانای نجم اولین کسایی بودیم که به شهر غزنی داخل شدیم که هنوز شهر غزنی جنگ روز به پایان نرسیده بود، تا نیروی دولتی نرسیده بود به شهر غزنی. ما از راه فرعی از قریه به داخل شهر غزنی رسیدیم و کمک رسانی رو شروع کردیم. این نمونه های از این کار بود. نجم در شروع و آغاز مصیبت کرونا و وبای کرونا که به ملت آمد، حتی قبل از اینکه کرونا به افغانستان برسه، نجم یک کمپین ملی و بزرگ به خاطر آگاهی دهی عامه را آغاز کرد. در همکاری با ریاست های اجا اوقاف، با علما، با صحت عامه و افراد مختلف متفاوت متنفذینی که در جامعه بودند، هزارها پوستر و بینر و پمفلت و بروشر چاپ کردیم و توزیع کردیم. به صدها مسجد رفتیم و در اوجه با علمای مسجد بروشر و پیام خود رسانیم که از طریق خطبه ها به مردم او را برسانند. و یک اولین کسی که آغازگر کمپاین آگاهی دهی عامه حتی قبل از دولت افغانستان بود، او نجم بود. بعد از اینکه کرونا به افغانستان رسید و اولین و دومین سومین کیس ها را ما دیدیم و شاهد بودیم، نجم یک شبکه بزرگ از رضاکارا را در سطح افغانستان فعال ساخت. ما باید دارم به یکی از ادارات، ما بیشتر از 5700 رضاکار را که لیست کرده بودیم از رضاکارای نجم در مرحله اول به او اداره ما تسلیم کردیم که ناظر به کار بودند و اینا مثلا از جمله بزرگترین کارهایشان کمپاین ضد عفونی سازی شهرها بود. ما تنها باید دارم در یک ولسوالی کابل، ولسوالی سروبی بود که اونجا به شکل زیادی در مراحل اول این مرض منتشر شد، جوانای نجم 4000 موقع، یعنی 4000 خانه، مسجد، دکان، کلینیک، مراکز دولتی، حتی مقام ولایت
4000 موقعیت اونا در یک ولسوالی ضدعفونی کردن و این در 31 ولایت افغانستان که انجام فعالیت داری برنامه ضدعفونی بود و به شکل منظم و مسلسل مساجد را ضدعفونی میکردیم، اداراتی که رفت آمد بود ضدعفونی میکردیم، حتی تیم های سیار ضدعفونی سازی در سرک ها بود که موتورا را در جایی که تاکسی ها میکنن. یعنی ما تانستیم که یک قوت بزرگ از رضاکار را ایجاد بکنیم، گرچه در امر مبارزه با کرونا شاید این کار خیلی کار کم خورده بود چون مصیبت خیلی بزرگ بود و وجود خیلی بزرگ ضرورت داشت، ولی آن چیزی که ما در توانایی داشتیم او را انجام دادیم، شاید بلندتر از توانایی خود انجام دادیم. ما جوانای از نجم را به سراغ دارم کنار رفتن با پول خود به اجلس افغانی یک پمپ خریدن و بعد به پول خود رفتن یک بشکه وایتکس گرفتن و از این مواد ضدعفونی ساختن و محله خود را به شکل روزانه ضدعفونی میکردن. به من چیزی که مهم است همین حس رضاکارانه و حس کار رضاکار در بین جوانان افغانستان است و این را به این شوق و شغف بار اول مد جوانان افغانستان میدیدم و شاید هم تجربه میشد، حداقل در عمری که ما داریم مسئله را ندیدیم و این به ما امیدوار کننده است که ما نسل جوانی که در نجم تربیه میشه اینا کسایی هستند که با همین حس در پلوی ملت خود ایستاد میشن و خدمت میکنن ان شاء الله. تشکر استاد، هستیم با شما و بحث ادامه خواهیم داد، اما همکاران اشاره میکنن که وقفه آماده هست و بعد از وقفه هستیم، جایی نرید و بیننده برای خودتان باشید. و سلام دوباره خدمت شما مهربانان، ممنون و منتدار شما عزیزان هستیم که با نگاه های مهربانانه خود همچنان همراهی ما میکنید و امیدوار هستم که از داشته های برنامه تا اینجا استفاده کرده باشید. صحبت های جناب استاد حکیمی عزیز هم در قسمت نهاد جوانان مسلمان و نجم، همچنین در کل جوانان چه فعالیت هایی باید داشته باشند، و شکی نیست که انشاءالله هر کدام از ما به عنوان جوان، به عنوان فرد افغان مسئولیت خود ادا بکنیم. هستیم با شما بحث ادامه میدیم. جناب استاد در قسمتی که میخواییم پرسان بکنم که ارزیابی شما از نهاد نجم جوانان مسلمان افغانستان تا اکنون چگونه بوده و روی موضوع صحبت بکنیم که در کدام ولایت افغانستان بیشتر فعالیت داریم و اهدافی که برآورده شد؟ نهاد نجم الحمدلله با وجود از دستاورده بزرگی که من عرض کردم و گسترش افقی خیلی سریع، ما 8 سال فقط عمر داریم ولی در 31 ولایت افغانستان 10,000 جوان در برنامه نجم نشست و برخواست دارن و شریک میشن، ولی با وجود از اون من احساس میکنم، باز وقتا فکر میکنم که جوان افغانستان انرژی خیلی بیشتر از این داره. جوان افغانستان، جوان افغان توانایی خیلی بیشتر داره. من خودم در پانتون درس خواندم که بیشتر از 52 کشور دنیا در اوج شاگرد بوده و معسل بوده. من افغانا را در بین کلی از اونا جوانای با استعداد یافتم و استعداد قوی دارم. من با نهادهای مدنی با کشورهای مختلف در ارتباط هستم، میبینم توانایی و ظرفیت و استعدادی که جوان افغان داره کمتر جوانای دنیا دارن، از خاطر اینکه جوان افغان ده سلی روزگار خیلی پخته کرده و آفتا و مشکلاتی که کشیده او را پخته ساخته، ولی من فکر میکنم که ما مجال بیشتری از پیشرفت ها داریم و میخواهیم داشت، یعنی میداشتیم اگر شرایط کمی بهتر می بود. قضیه امنیت برای ما شما خیلی به ما خیلی مهم است. ما بسیار مناطق از خاطر ناامنی نمیتونیم فعالیت خود گسترش بدیم. مسئله وسایل و امکانات، وضعیت اقتصادی که بر کشور ما حاکم است طبیعی است که ما جزء از این واقعیت اقتصادی کشور هستیم. توانایی مالی ما خیلی محدود است و اگر کمک از این مردم نباشه، کمک اهل خیر مردم افغانستان نباشه، ما خود جوانای نجم دستشان خالی است. ولی بازم شکر میکنیم که ملت به پای ما ایستاده است و مردمای اهل خیر هستند که ما را حمایت میکنند. در مورد گسترشش در ولایت ها، نجم تا فعلا در 31 ولایت افغانستان فعالیت دارد. سه ولایتی که ما به فعالیت نداریم، ولایت اروزگان، پکتیکا و دایکندی است. در ولایت اروزگان و پکتیکا افراد هستند و انشالله امید میره که هرچی زودتر ما بتونیم فعالیت اوجه هم آغاز بکنیم و در ولایت دایکندی هم ارتباطات صورت گرفته و کوشش میکنیم که اوجه هم فعالیت آغاز شود. ما ایره به اطمینان میتونم بگویم که شاید بدل جوانا بگرده که کدام ولایت ما خیلی قوی و فعال باشه. کابل چون مرکز است، نفوسم خیلی زیاد است، فعالیت های ما خیلی دوجه زیاد است، ولی از جمله قوی ترین ولایت های ما در سطح افغانستان ولایت هرات است. منظم ترین ولایت ولایت هرات است. جوان های خیلی با احساس دارن، جوان های خیلی قوی دارن و حمایت مردمی خیلی خوب داره. ما در ولایت هرات نجم، ما هیچ گاه نجم را بیگانه در ولایت هرات با مردم احساس نمی کنیم. به هر جایی که میریم مردم ما را استقبال میکنن و مردم با علم و با فرهنگ هرات ارزش و اهمیت فعالیت های اجتماعی و مدنی نجم را درک میکنن و او را حمایت میکنن. بسیار عالی. اما یک موضوعی که خود شما هم عنوان یک جوان وقتی انس داریم با این جوانان، چگونه جوانان دریافتین این عشق و علاقه‌ای که نسبت به این نهاد دارن و کارکرد و عملکرد و طرز سلوک و رفتاری که در این نهاد هست؟ ببینید جوان افغانستان، من به شما گفتم که سختی‌های روزگار جوان افغانستان را ساخته
جوان افغانستان امروز به این نتیجه رسیده که تا وقت خودش آستین بر نزنه و این وطن را نسازه و خودش خدمت نکنه و از جان و دل مایه نگذاره در راه خدمت به وطن، کسی دیگر بیرونی این وطن را نمیسازه و این وطن آباد نمیکنه. بیرونی ها ما را ویران کردن و خراب کردن، وطن ما را چور کردن و غارت کردن و سیستم ها و نظام های ما را خراب کردن، نه اینکه آباد کرده باشند. چی بیرونی های دور باشند چی بیرونی های نزدیک، ولی بیرونی بیرونی است و بیگانه بیگانه است. وطن نباید خود جوان افغانستان بسازه. جوان افغان به این نتیجه رسیده، حالا به خاطر ساختن از این وطن ظرفیت ها ضرورت داریم. ما ظرفیت های علمی ضرورت داریم، متخصصات ضرورت داریم، ما ظرفیت های اداری و مدیریتی و قیادی و رهبری ضرورت داریم. ما به سطح تنظیم ها، به سطح نهادها تنسیق بیشتر و قوت بیشتر تنظیمی در داخل نهادها ضرورت داریم. ما آرزو میکنم و تمنا دارم که مثل نجم 10 نهاد دیگه در افغانستان باشه، 50 نهاد دیگه در افغانستان باشه. و یه روزی است که تحت عناوین مختلف کار کنن، با وجود اختلافات خود با هم کار کنن. بسیار طبیعی است که در مجال فعالیت مدنی بین هم اختلاف نظرهایی می باشه، ولی کلگی مشترک به خاطر وطن کار کنیم. وجه نظرهای مختلف در داخل جامعه وجود داره، افکار مختلف وجود داره. کاش که اونا تمام صاحب از افکار مختلف با هم جمع شوند، هر کدامشان نهاد مدنی فعالی که واقعا خدمت کنه به وطن بسازن و فعال بسازن. ما فکر میکنیم که مجال هنوزم باز است. ما یک نجم هست، اگر 100 نجم دیگه هم در افغانستان فعال شوه، مجال به خدمت هست و مجال به کار هست. بسیاری. اما اشاره کردین راجع به اینکه زمینه‌های علمی و افرادی که واقعا با دانش و مهارت بالا باید باشند، چقدر این زمینه مساعد شده الحمدلله برای جوانان؟ فرق زیاده در دو دهه گذشته در افغانستان آمده، قابل مقایسه نیست با مراحل قبلی و وقت‌های قبلی، ولی هنوزم خیلی دور هستیم از اون استانداردی که باید باشیم. مثلا ما در مجال تخصصات، در مجال علم میگیم پنتونایی که ما در چی دولتی چی خصوصی، پیشرفت‌ها در 20 سال گذشته قابل یعنی ملاحظه ای بوده و خوب پیشرفت کردیم در مجال تخصصی و علمی، ولی آیا کافی است؟ نه، چون ما فکر میکنم در مجال علمی تخصصی هم خیلی عقب هستیم، خیلی دور هستیم از دیگر ملت‌ها. فلهاز جوان افغانستان باید هنوز هم کمرش بسته کنه. من همیشه به جوانان نجم میگم و سریق تلویزیون شما به جوانان هرات هم میگم، موبایلی که به دست داریم این خودش یک پانتون است. اینو به فیسبوک وقت خود ضایع نکنیم، به یوتیوب وقت خود ضایع نکنیم، بریم ژورنال علمی رو بخونیم، بریم وبسایت های پانتون های بزرگ تعقیب بکنیم که تمام مواد علمیش در اونجا هست. زبان یاد بگیرین از موبایل، مردم انگلیسی یاد گرفت، عربی یاد گرفت، ترکی یاد گرفت از این موبایل. ما جوان خود را طوری تشویق میکنیم که طوری آماده میسازیم که از مجال های موجود تعلیمی و تحصیلی که در پانتون های خصوصی و دولتی هست استفاده بکنه، ولی به این بسنده نکنه، هیچ وقت به این بس نکنه، از وسایل دیگه استفاده بکنه که پیشرفت بکنه. از اون خاطر ما جوانان خیلی زیاد تشویق میکنیم، برنامه اختصاصی داریم که جوانان رو به برنامه اسکالرشپ معرفی بکنیم، اونا ترنینگ بدیم که با اسکالرشپ های مختلف اپلای بکنن، عریضه بکنن و اسکالرشپ ها رو به دست بیارن تا برن و کدر برگردن. تعداد زیاد از جوانان نجم امروز در ترکیه مصروف تحصیل هستن، در جرمنی تحصیل هستن، مصروف تحصیل هستن، در امریکا درس میخوانن، در اندونزی و مالزی درس میخوانن، در کشورهای عربی درس میخوانن، در کشورهای همسایه درس میخوانن. و اینا کسایی هستن که به تشویق و ترغیب و زمینه سازی نجم رفتن به اسکالرشپ ها. نجم اینا رو یاد داده و اینا رو آماده ساخته که چگونه اسکالرشپ ها رو به دست بیارن و برن درس بخونن. بسیار عالی. جناب استاد، از حق نگذریم، در گذشته ها برنامه های بزرگتر نهاد جوانان افغانستان نجم داشتند، اما مثلا مانند برنامه ستاره معارف که در سراسر افغانستان برگزار می شد، اخیرا به اجرای چنین برنامه های افغانستان شمول اقدام خواهد کرد و روی دست هست پلان های یا خیر؟ در این شکل نیست که ستاره معارف برنامه بسیار جالبه و بی سابقه در تاریخ معارف افغانستان بود. 70,000 جوان در یک مسابقه شرکت کردن و جالبش هم است که اول نمره عمومی سرتاسری افغانستان جوانی از ولایت هرات بود و این برنامه دستاورده خاص خود داشت. در مورد ازی که نجم چقدر چند وقت شده که تو برنامه بزرگ دیگه بران ننداخته، یکی خوی است که برنامه بزرگ برانداختن توانایی بزرگ ضرورت داره، واقعا حمایت مالی ضرورت داره و نجم توانایی ازیر داره، ولی اگر حمایت موجود باشه انشالله ما میتونیم بازی این کارا رو بکنیم. ولی به این معنا نیست که ما بعد از اینکه ستاره معارف رو انجام دادیم دیگه آرام به جان نشستیم و برنامه‌ای نداریم. شما شاید خبر باشین، یعنی که نجم مثلا در سال 97، چون ما دقیق به یادم است، بیشتر از 90,000 متعلم در برنامه های مختلف کوچک و خرد تعلیمی نجم شامل بودن و شریک شدن و از این مستفید شدن، بیشتر از 90,000 متعلم در سال 97 98 چون دقیق به یادم نیست نگفتم. و این برنامه های مثلا برنامه مطالعه مؤثر بوده، برنامه مقاله
برنامه‌نویسی بوده، برنامه‌های مطالعه اجتماعی بوده، برنامه‌های تشویق و ترغیب متعلمین ممتاز بوده. ما به سطح گسترده به تمام مکاتب افغانستان، به پانتونای افغانستان کوشش می‌کنیم خدا برسانیم با برنامه‌های ظرفیت سازی و متعلمین و محصلین در داخل مکاتب و پانتونای زونا داشته باشیم، ولی ما فکر می‌کنم که شاید ضرورت باشه با اون طرح برنامه خیلی بزرگ دیگه که یک بار دیگه سر تا سر افغانستان با دوباره شریک شوند، یک برنامه بزرگ باشه. و ما دعا میکنم که الله ما جوانای نجم را همت عطا بکنه که بازم یک برنامه بزرگ دیگه ملی را برای بندازیم که باز چند سال دیگه ریاد کنیم انشالله. آینده نجم را چگونه میبینید؟ طی سالهای آینده انشالله در چه جایگاهی قرار خواهد داشت؟ ما فکر میکنم که آینده نجم گره خورده با آینده افغانستان است و آینده افغانستان در گره آینده جوانای افغانستان است. ما در نجم میخواهیم آینده جوانای افغانستان را بسازیم. ما اگر بتانیم با کامیاب شویم که نسل جوانی تربیه بکنیم که به ملت و وطن متعهد باشن و آماده خدمت به وطن باشن و نسل جوانی باشن که ساخته شده و تربیه شده باشن و ظرفیت سازی شده باشن، انشاءالله که آینده درخشان در برای افغانستان در آینه نجم میبینم. نجمی که انشاءالله نسل آینده افغانستان را تربیه بکنه و اینکه جوان را تربیه بکنه، بعد در هر مجالی که داخل میشه، به هر تنظیم و حزبی که میره، به هر گوشه‌ای که میباشه، ساز بنا باشه و سازنده باشه و وطن خود را بسازه. انشاءالله همین آینده افغانستان است و همین آینده نجم است. بسیار سپاس از شما. به عنوان آخرین پرسش، حالا می‌خوایم که پیام شما را داشته باشیم جناب استاد و اینکه جوانان عزیز ما فرصت دارن و چقدر تلاش بکنن، همچنین خانواده ها در قسمتی که جوانان خود را تشویق و ترغیب می‌کنن در قسمت برنامه‌های دینی اجتماعی فرهنگی. پیام ما به جوانان افغانستان، خصوصا به جوانان هراتی است که ناامید نباشیم. ناامید نباشین و ما پر از امید هستم به آینده افغانستان. با وجود مشکلات، با وجود سختی ها، یعنی پر از انرژی هستم و پر از امید هستم با آینده افغانستان. و من فکر میکنم که جوانان افغانستان توانایی زیاد دارن که وطن را بسازن، ولی به شرطی که اول خود بسازن، ظرفیت سازی بکنن، ظرفیت سازی علمی بکنن، ظرفیت سازی شخصیتی بکنن، کتاب بخونن، مطالعه بکنن، سواد خود بالا ببرن. و به خانواده مردم افغانستان میگم که آینده از این وطن جوانان افغانستان است. به جوانان شخصیت قائل شوین. این جوانان در امور زندگی اهمیت بدین. پدرها و مادرها را میخواهیم که ناز اولادایتان، از بچهایتان و اخترایتان در مسائل خانواده مشوره کنین با اینا. این مشوره شما، شخصیت دادن شما و اهمیت دادن شما در حقیقت آینده افغانستان نمیسازه و تربیه میکنه و اهمیت میده و شخصیت میده. انشاءالله. تشکر از شما جناب آقای حمزه مومین حکیمی، رئیس نهاد جوانان مسلمان افغانستان یا نجم، که در برنامه با ما بودید. از حضورتون تشکر میکنم. بسیار تشکر. خیلی زنده باشید. بله، بینندگان عزیز، صحبت‌های بسیار حکیمانه و صحبت‌های بسیار خوب از دستاوردهای نهاد جوانان مسلمان بود که با جناب آقای حکیمی صحبت داشتیم و یقیناً برای من هم به عنوان یک جوان انگیزه شد که باید بیشتر فعالیت بکنیم. جوانی را غنیمت بدانید و قدر جوانی را بدانید قبل از اینکه به پیری میرسید. حرف پیامبر بزرگمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. و وقتی هم نگاه می‌کنیم به تاریخ زرین اسلام و پیامبران که قبلا بودند، هر تحول مثبتی، هر تحول عظیمی که در جهان اسلام شده همین جوانان بودند. وقتی به حضرت یوسف علیه السلام نگاه میکنیم، وقتی به ابراهیم بت‌شکن نگاه میکنیم، وقتی به خود پیامبر علیه السلام نگاه میکنیم که در زمان جوانی و در دوران جوانی چقدر با احساس و با انگیزه راه های درست و صراط المستقیم را حرکت کردند و امروز هم نامشان جاویدان هست. پس تلاش بکنیم که به عنوان پیروان واقعی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جایگاه خود را به عنوان یک جوان مسلمان باز کنیم و بتانیم مؤثریتی داشته باشیم در جامعه اسلامی و انسانی خود. انشاءالله که همه جوانان با حس وطن دوستی و حس ایمان و خداپرستانه انشاءالله تلاش بکنیم که فعالیت های خود را همیشه داشته باشیم. هستیم با شما و برنامه عصر حریوا ادامه داره. یک موضوع اشاره بکنم که لبخند و تبسم یاد شما نره که میتونه بهترین صدقه باشه برای برادرم.